گزارش های تحلیلی، گوناگونی افکار، قهرمان ها و شهرکارشناسان، اطلاع واقعی و معتمد در برنامه در مرکز توجه. سلام علیکم، فرزانه عبدالقیس هستم با شما. برنامه مذکور بود از گیری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. دوامی چند دقیقه که در اختیار داریم، درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد. ساکنان دهه دشت ناحیه رشتقلای ولایت بدخشان کوهی که از آفت طبیعی ضرر جدی برداشته و جنوب کشور مهاجر کرده شدند، بیشتر از نصفشان باز به زادگاهشان برگشتند. سبب هجرت دوبارهشان نبودن شرایط خوب بودوباش بوده است. سیل ناگهان سال 2002 شبانه سرازیر شده 60 منزل را پورا خراب کرده 24 نفر را به هلاکت رساند. آن زمان با دلیل خطر افزا بودن این مکان توصیه داده شد که ساکنان دهه به جای نو کوچانیده شوند. مکان نو زیست زده‌ها ناحیه ناصر خسرو سابق بشکند واقع در منطقه جنوبی کشور انتخاب گشت. مهاجران اجباری انتخاب دیگری نداشتند و به مکان نو کوچ بستند. اما با گذشت سالها 75% آنها به زادگاهشان برگشتند. غیر انتظار در جای نو آنها را منزلهای نیم تیار و نبودی شرایط عادی ترین به مثل مکتب تنقیسی شدیدی آب انتظار بود. هرچند امروز این مشکلات قسمان حال خود را یافته باشد، هم ساکنان ناحیه رشقلا نو بسته به خطر جای داشتن مایل به برگشتن به سرزمین بومی خود دارند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش نسیم مبارکشای و از بدخشان کوهی. ماموریت ناحیه رشتقلا برای 20 خانواده که یک زمان بر اثر فرامدن سیل ضرر دیده بودند در زمین های گرد و اطراف محلی دشت از نو خانه ساختند. اویله انوربگیم نودیلیوبوه در قطور نخستین اویله ها از نوحیه نوسیر خسروی ولایت خطلون با بدخشون برگشت. با امروی فرزندانش او 10 سال در بدری رو در خونه خیش و تبورش پسی سر نمود. مادر دشواری های زندگی به سرپناهی رو در زودگاه بهتر و خوبتر از وضع اجتماعی در محلی بیشکند. عین حال جماعت به نام نوسیر خسرو دریافته شکر میکند که اخیران صاحبی منزل کردیدند. برای اون که در اون جاها به تازه نبید و به نشیده نبید. مردم آن از بیابی مشقت دید و به تازه ندیدیم. برای همین کسل شدیم، دولین دور شدیم، بعد نتوانستیم زندگی کردن، بعد اومدیم به پامیر بازگشت. دانشجوی دانشگاه دولتی خروغ زرینه رحمتشوی و با یادواری از حوادث 13 سال قبل به وقوع پیوسته اصرار داشت که بی‌توجهی مقامات به مشکلات مهاجران سبب شد که آنها یکی از پس دیگر ناحیه نوسیر خسرو رو ترک نمویند. ما رو بردن به شهر بیشکند. من صنف 4 بودم و اکام باشد صنف 6 بود. من 2 سال در آنجا تحصیل کردم. مکتب برای من معقول نشد. چون که معلمان زبان روسی و انگلیسی و دیگر فنهای مخصوص نداشتیم. از این سبب پدرم برادرم رو به شهر دوشنبه و پیش خولم برد تا که وی در آنجا تحصیل کند، من باشم در پیش مادرم بودم و بعد از 2 سال باشد ما به محل خود برگشتیم. نبودن آبی تازه نوشاکی باعث پیدا شدن هر گونه بیماری های سرایتی بخصوص در کودکان گردید که این گونه وضع وادار کرد تا مردم در فکر بازگشت به زادگاهشون شوند. ساکنی ناحیه رشتقلا دولت بیبی نوربکوا میگوید که قبلا در این موضع مهاجران خود اختیاری از منطقه کوهستان بر اثر بیماری های سرایتی 8 کودک رو از دست دادند. ما رو بردن بشکند و ما جا استقامت دادند. همو از سبب نبودن حب توزه کودکان ما با کسلی زر پروین و دیگر بیمارو دچار شدند. ما باز برگشتیم به محل خود. اول که اومدیم خیلی دشوار بود برای ما، چون که خیشان ما در تای سیل موندن. خیلی احساس سختی داشتیم، ولی به خاطر کودکان در اینجا که خونه ما تای سیل موند از نو خونه ساختیم. فکر برگشتن به بشکین دیگر ندارین. بیکاری و نبودن شرایط عادی ترین فرهنگی و فروغاتی به مثل کتابخانه و ورزشگاه جوان رو زود از جای نو دلخنک ساخت، ولی مقامات محلی به جای سعی ورزیدن در حل مشکلات مهاجران بعضن برای خودسفیدکنی مهاجران رو به تنبلی متهم میکرد. دلیر چورشنبیف با گروه جوانان تشبسکور از مقامات محلی چند گکتر زمین گرفته با تمام غیرت با کشاورزی مشغول شدند
ولی کوششهایشون نتیجه ندادن. من به سوال ندارم که من روزوی دشوار مورد دستگیری کردم. به سوال مورد چی نمیگیم. لیکن سبب اومدن موی نمی مشکلات زندگی بود. مو گرفتیم مو در زمین دادم. زمین دادم مو رفتت یک جون بگم ایسکردم دوره بزرگ ایسکر رفتیم باوری. من خودم شخصا تشکیل کردم میرا. های همه سونجم کردیم رفتیم چی گرفتیم. همون تخمی گرفتیم اومدیم تراکتور را سوم دادیم سوم سوارکه و اخی همون تراکتور چیو همه طرف کردیم را لیکن متاسفانه از سبب چور مو که پای هم اوب نبود ایچی نروید از شست اویلای مهاجر شده در نوحیه نصیر خسرو همگی 14 خانواده مونده اویلای های دیگر یا بزادگاهشون برگشتند و یا به مکان دیگر کوچ بستند با گفته رئیس نوحیه رشدقلعه یوسف سلطان نویوبوف بنابر هنوز برطرف نشدن سرچشمه آفت طبیعی امکانیت جدا نمودن جای برای ساختمان منزل در این محل وجود ندارد جای که امروز برای خانه سازی ناباب است یا خوفناک است 27 هکتار را تشکیل می کند تا برهم داده شدن سرچشمه آفت طبیعی مراجعه شهروندان بررسی کرده نمی شود در منطقه های دیگر نوای روشقلا اگر خواهش و امکانیت زندگی کردن داشته باشند مثلا در منطقه دوردست وادی جوشنگوز اونا می توانند آزادانه قطعه زمین برای ساختمان منزل گیرند آفت طبیعی که 13 سال قبل به دهه دشت ضرر جدی آورد می تواند تکرار شود در این باره متخصصان ستاد حالات فوق العاده ولایت مختار کوهستان بدخشان اظهار می دارند اما این نمی تواند برای مردمی که از کمبود آب آشامیدنی و شرایط خوبی بوده باش صد راه برگشتنشان به زادگاهشان گردد در حالی که مقامات محلی نوحیه رشدقلعه هنوز پورا موقعش را در مورد مهاجران از نوحیه نصیر خسرو برگشته معین نکرده است صف داوطلبان برای قطعه زمین در دهه دشت می افزاید. گزارش را نسیمه مبارکشوی و از نوحیه رشدقلعه ولایت بدخشان کوهی آماده کرده است. سامیانی گرامی، این بود آن همه چیزی که می خواستین امروز برایتان رسانیم. امیدواریم این وقت بیهوده نگذشت. برنامه مذکور با دستگیری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. با شما بودم من فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما را شما می توانید در صفحه اینترنتی www.iwpr.net و www.kabar.asia و این صفحه ما در فیسبوک IWPR تاجیکستان دسترس نمایید. خیر و می خواهیم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.